ما خود را از این عربهای بت‌پرست برتر می دانستیم. می گفتیم ما کتاب آسمانی داریم و قصه پیامبرانمان را می خوانیم. اما اکنون آنها می گویند ما کتابی داریم که از جانب خدا نازل شده، همانطور که تورات بر موسی نازل شد، با این تفاوت که کتاب ما آخرین کتاب است و برای همه بشر. پیامبری داریم که برادر موسی است و فرشته‌ای که با موسی سخن گفت با او هم سخن می گوید. و پس از محمد پیامبر دیگری نخواهد آمد و او پیامبر همه است. انصاف داشته باش، چون به حق نزدیکتر است و فرمان خدا و دین و کتاب ما است. کار محمد عادلانه بود. او میان ما و مسلمانان به اهل یثرب مساوات برقرار نمود. حقوق و واجبات من با آنها یکی است. محمد تو را با خودش یکسان قرار داده. ما با اینها برابر نیستیم. ما ملت خداییم و بسیار مقربتریم. نه، هرگز نمیگویم به دینتان شک کنید. من به احکام آگاه ترم. تورات را میشناسم و فقه یهود را میدانم. شما از مفاد این عهدنامه خرسند بودید و با آن موافقت کردید. دین اجازه نمیدهد که پیمان ببندید و آن را نقض کنید. منظور پیمانی است که بین خودمان باشد، بین یهود. ما که با اینها پیمانی نداریم و تنها به خاطر مصلحت خانواده و اموالمان چنین کردیم. هر وقت قدرت یافتیم می شکنیم. پس سیاستت کجا رفته؟ تا کی می خواهی زیر دست باشی؟ به عظمت یهود فکر کن. من دین را این گونه نمی فهمم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيأ للصلاة هيأ للصلاة این ندا را به خدا قسم همینها را در خواب دیدم. شتابان آمدم تا آن را برای رسول الله بازگو کنم که شنیدم بلال آنها را بانگ می زد. عبدالله ابن زید انصاری همان چیزی که در خواب دیدی را دیده و آن را برای رسول الله بازگو نمود و رسول الله فرمود که این رویا حق است و موافق با فرمان وحی. آن را به بلال بیاموز. خداوند را سپاس می گویم که ما را به این راه هدایت نمود و ما هدایت شدیم. خدا را شکر میگوییم که ما را از حیرانی در این امر نجات داد. نه بوق و نه ناقوس و نه آتش. بیا و برای رسول الله تعریف کن. تو از جانب خدا تایید شده ای عمر. میدانم اینجا آن مکه ای نیست که قبلا میشناختیم. منظورت رفتن محمد و یارانش بود؟ فقط این را نمیگویم. پدرانمان هم فوت کردند. نمیدانم که رفتنشان پیش از آن که این قائل تمام شود خوب بود یا نه. مردند و این دشمنی را برایمان به ارث گذاشتند. فقط به خاطر آنها بود که با اسلام مخالفت میکردیم. اکنون خودمان قضاوت میکنیم در حالی که سردرگم و حیران هستیم. من تا کنون دشمن محمد بودم و بر دین قومم ماندم، ولی نمیدانم چرا از اینکه نیمی از قوممان به یثرب پناه برده اند ناراحت هستم. احساس نمیکنی نیمی از وجودت از دست رفته یا نمیترسی که خیلی از آنها در کنارت نیستند؟
فردا که میبینیم قوم من همراه با اهل یثرب به جنگ ما آمده اند چه کنیم؟ پیروز شویم؟ یعنی برادران من را شکست داده ایم. باید از شکست برادرم خوشحال باشم. شکست بخوریم؟ دیگر آب خوش از گلویم پایین نمی رود. این چه دشمنی است که نه پیروزیش خوشایند است نه شکستش دلنشین؟ من هنوز هم بر نظر گذشتم هستم. وضعیت فعلی دلیل راستگویی اوست. اگر محمد به فرمان خداوند عمل می کند نمی توانیم جلویش را بگیریم. او پیروز می شود. این نشانه ایست بر حقانیتش. اگر غیر از این باشد ما پیروز می شویم. راه پدرانمان را ادامه می دهیم و خودمان را سرزنش نمی کنیم. گویی منظورت این است که اگر محمد بر حق باشد نمی توانی او را از بین ببری و اگر باطل باشد نمی تواند به تو آسیبی برساند. قسم می خورم نقشه ای در سر داری که با خیالی آسوده می خواهی. مهاجرین و انصار، خیشتن را آماده کنید. کاروان قریش به زودی از شام باز خواهد گشت و در این کاروان اموالی که آنها به ظلم و ناروا هنگام هجرت از شما گرفتند وجود دارد. پیامبر شما را به خروج به سوی آن فرا می‌خواند. پس اموالتان را باز پس گیرید. به سوی رسول الله نزد بیوت صوفیا بروید. چه خوش خیال هستند. فکر می کنند قریش بیکار می نشیند و اینها را نگاه می کند. من که می گویم دیوانه شده اند. ما که خبر نداریم. شاید هم قریش کارشان را یکسره کند. سحر این مرد را نابود کرده و یثرب به حال روز اولش برگردند. به داد برسید، همه بیایید، بدبخت شدیم، ای اهل قریش، نابود شدیم، همه گوش کنید، زندگی من رفت. ای گروه قریش، اموالی که همراه ابو سفیان فرستادید در معرض نابودی است، مسلمانان آن را خواهند گرفت، ای وای چه مصیبتی. هشدار را شنیدید؟ اگر دیر به جنبید داراییتان به همراه هیبتتان از کف می رود. شب نشده همگی باید برای جنگ آماده شده باشید. هر کس عذری دارد کسی را به جای خودش بفرستد. هشدار هشدار، آماده شوید. از آنچه آنها می گویند چیزی دستگیرت نشده؟ گویی هشدار است. محمد از شما خواهد گرفت. جنگ؟ هشدار هشدار. پدرم، دشمن کیست؟ دوست شما دو نفر. هشدار هشدار. رسول الله، چاره ای نداریم. به کاروان ابو سفیان هجوم آورده است. و تو با مردم می روی؟ نکند فکر کردی ترسو هستم؟ لا حول ولا قوت الا بالله. همینطور لا حول بخوان که نتوانست از زنجیرها نجاتت دهد. اما میترسم کشته شوی یا بکشی. اگر بکشی گناهکار میشوی. اگر بمیری جهنمی هستی. ای قریشیان، انبالی که نزد ابو سفیان داری در محرز نابودی. ای قریشیان، انبالی که نزد ابو سفیان داری در محرز نابودی. زود تمامش کنید. انگار آماده شده ای. کاملا. تو بمان. بنی مخزوم نیروهایش را به دو گروه حمله و دفاع تقسیم می کند. پس من و عکرمه با بقیه به جنگ محمد می رویم. اما تو برای محافظت در مکه می مانی. در مقابل بنی بکر بن کنانه. می دانی که رابطه ما و آنها خوب نیست و باید همیشه مراقب شبیخون آنها باشیم. عاقلانه نیست که مکه را خالی بگذاری. ممکن است توطئه کنند.
پس ولید، تا من بیایم مستخدم به شما رسیدگی میکنند. و اگر باز نگشتی؟ عجب، چرا نفوس بد میزنی؟ آیا انتظار داری دعا کنیم بعد پیامبرمان پیروز شوید؟ دعا میکنم او پیروز شده و شما هدایت شوید. پدر، هنوز هم مرا پدرت میدانی؟ قبل از اینکه برای نبرد آماده شوی خونم به جوش نیامده بود. زنجیرها را باز کن. برای چه؟ همراه شما می جنگم. گمان کردی می توانی پدرت را فریب دهی؟ آیا تا کنون فریبت دادم؟ اگر می خواستم فریبت دهم قبلا چون این کاری کرده بودم. تو مسلمان هستی و می خواهی با محمد به جنگی؟ دانستم که اگر او برحق بوده و خداوند یاریم می کرد، این همه وقت در این بند اسیر نمی ماندم. هنگامی که دیدم برای جنگ آماده شدید، تصمیم گرفتم در کنار شما باشم. می خواهم از حق پدرم دفاع کنم. لا حول ولا قوت الا بالله. شنیدی که برادرت چه گفت؟ حال تو چه می گویی؟ می گویم لا حول ولا قوت الا بالله. عجب، او بود که تو را خراب کرد. اکنون که بازگشته نمیخواهی مثل او باشی؟ آن موقع او حقیقت را به من نشان داد، اما خودش تنها به باطل باز میگردد. من بر نظرم هستم. میبینم که آماده نیستی ابوعلی. من دیگر ناتوان شده ام و به درد جنگ نمیخورم. خودتان بروید. بزدل شده ای ابوعلی، چه سوس بنیاد شده ای. اسپند کن، اسپند دود کن، مانند زنان نشسته ای. خواهی دید مرد کیست؟ خواهی دید؟ این مردک خبیث آخرش مرا به کشتن می دهد. زود باش عبدالله، راضیش کن. نباید تأخیر کنیم، قوم آماده ی حرکت شده. تلاشم را کردم اما فایده ای نداشت. گمان می کردم تو از همه لجبازتری. هر روز چیزهای عجیبتری می بینم. عبدالله به سوی پدر می آید، ابو جندل بر نظرش می ماند. نمی دانم، باید به خاطر اراده و مردانگیش خوشحال باشم یا از حرفش خشمگین شوم. صبر کنید ای گروه قریش، خبر از ابو سفیان دارم. چه خبری با خود آورده ای؟ من فرستاده ابو سفیان هستم. بدانید که کاروان و افرادش نجات یافته اند. شما که به خاطر حفاظت کاروان و اموالتان حرکت کرده اید، بازگردید. شنیدید که او چه گفت؟ اگر این بار نجات یافت، آیا ضمانتی هست که بار دیگر نجات یابد؟ یا میخواهید از تجارت شام دست بکشید؟ صبر کنید، اول به چاهای بعد میرویم و سه روز آنجا اقامت میکنیم، شکار میکنیم، غذا میپزیم، می مینوشیم و عیش و عشرت میکنیم تا خبر این کارمان در گوش همگان بپیچد، تا همیشه ترس و هیبت من را به دل داشته باشند. برویم.
قریش جگرگوشه هایش را با خود آورده. قریش؟ آنها فراوانند. ما برای گرفتن کاروان از مدینه خارج شدیم. خبر نداشتیم که جنگی در پیش است. اگر می دانستیم حتما افرادی که نیامدند با ما همراه می شدند. پیش از ما به بعد رسیدند. اگر بیشتر صبر کنیم تشنه می شویم. چرا صبر کنیم؟ فردا می جنگیم. هر کس پیوند خیشاوندی را گسسته نابودش می کنیم. کسی از ما نمی رود تا تعدادشان را به دست آورد؟ پسرت یبایزید، پسرت یبایزید، چه شده؟ به سوی یاران محمد گریخته، از دستتان رفت. نشنیدی او چه گفت یبایزید؟ حال که کار از کار گذشته میخواهی چه کنم؟ اگر پسر من سوار بر اسب شود کسی به او نمیرسد. به چه راحتی تو را فریب داد؟ تنها به همین نیت با تو همراه شد. من که از مقصود او اطلاعی نداشتم تا بتوانم مانع شوم. باید می دانستم که عزم پسرم عبدالله سست نخواهد شد، حتی اگر در بدترین حال باشد. پسرت هر کجا که برود پسر من آنجاست یبایزید. چه سودی دارد که جگر گوشه های من را به جان یکدیگر بیندازیم؟ گویی در صورت خود سیلی می زنیم. عبدالله، خدا خیلی داشته. عبدالله، خدا را سپاس که تو را از دست آنها نجات داد تا در اولین پیکار با رسول خدا باشی. اما برادرت ابو جندل چه کرد؟ از جلوی چشمم دور شو، نمیخواهم ببینمت. بعد از این همه وقت که در کنار هم بودیم نمیخواستم تنها بمانی، ولی بهتر که نشد در کنار هم بمانیم. من اکنون آزاد هستم و تو ناامیدم کردی عبدالله. درباره من چنین فکر میکنی؟ من کسی نیستم که جهاد در رکاب رسول الله را در اولین نبردش با این مشرکان از دست بدم. میخواهی با قوم بروی؟ تا هرگاه به مسلمانان نزدیک شدی به سویشون بگریزی؟ با پدرت بجنگی؟ با مشرکان میجنگم اکنون. چه میگویی ابا جندل؟ تو همچنین میکنی؟ اگر با پدر در جنگ روبرو شدم چه کنم؟ یا اینکه ببینم یارانم رو میکشد؟ یا ببینم کسی به روی شمشیر کشیده؟ نه، طاقت هیچ کدام از اینها را ندارم.
با همین وضعیت میسازم تا اینکه خداوند گشایشی حاصل کند. بگو چه خبر؟ حدود 300 نفر هستن. دقیقا نمیشه گفت. هیچ کمین یا نیروی کمکی در اطرافشان نبود. ولی یک چیز مرا میترساند بزرگان قریش. شتران مردکش آنجا هستند. شتران یثرب مرگ را با خود آوردن. قومی که جز شمشیرشان هیچ مأمن و پناهگاهی ندارد. هر کدام از آنها تا یکی از شما را نکشد، کشته نمی شود. اگر این تعداد از شما را بکشند، این مبارزه دیگر سودی ندارد. حال تصمیم با خودتان. بر تو لعنت! می خواهی مردم را بترسانی؟ هرچه که دیده می گوید، چرا سرزنشش می کنی؟ حرفش عاقلانه نیست. از ترس چنین می گوید. خودت می دانی که ترسو نیستم. فردا خواهی دید چه می کنم. ای گروه قریش، اگر با محمد و یارانش بجنگید کار مهمی نکرده اید. حتی اگر پیروز شوید، به خاطر کارهایی که کرده اید باز هم نمی توانید به صورت یکدیگر نگاه کنید، چون پسر عمو یا برادرزاده یا عزیزی را کشته اید. به من اعتماد کنید و برگردید. محمد را هم به عربهای دیگر واگذارید. اگر کشته شد همان می شود که می خواستید و اگر بازگردید لطفتان را فراموش نمی کند. اشتباه است. فردا یا ماییم که کشته می شویم یا اینکه محمد. به عتبه گوش نکنید. پسرش از اصحاب محمد است و از شما می خواهد اگر او را دیدید از کشتنش صرف نظر کنید. پیداست که ترسیده. با این مزخرفات شما را هم می ترساند. به من چنین می گویی ابوالحکم؟ خواهیم دید چه کسی می ترسد و فردا فرار می کند. من یا تو؟ معلوم است ابوالحکم. از بنی مخزوم است. از شما، بزرگتان، پس از فوت پدرت. به این افتخار نمی کنم. اما تو برای چه با قوم به اینجا آمده؟ یعنی چه؟ دلیلم مانند توست. دلیل آمدن من، اموالی که در کاروان ابو سفیان داریم و در خطر هستم. ولی من مرد فقیری هستم که با کمک های عمویم صفوان زندگی می کنم. من هم مانند بقیه قومم. خیلی از مسلمین هم از قوم تو هستند. آنها بیرون رفتند. بگو بیرونشان کردند. اکنون تو را هم برای دفاع از اموالشان آوردند در حالی که مالی هم ندارند. ای پیامبر خدا، بر خودت سخت نگیر. خداوند وعده‌اش را محقق خواهد کرد.
خدایا آن که ما را از هم گسسته و امری ناپسند آورده امروز بمیران. شعار امروز من چنانچه رسول الله فرمان داده؟ احدون احد 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 وای بر پدرم، قوم را از جنگ باز داشت سفارش میکند بازگردید، اما خودش اولین نفر برای مبارزه همراه با عمویم و برادرم ولید بیرون آمده. لا حول ولا قوة الا بالله. ای محمد، مبارزانی همشأن ما بفرست. پایانی گرامی، أحد 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 I'm not.
خدا خارت کند ای دشمن خدا. برای چه خارم کند؟ هر کسی که قومش او را بکشد انگینیست. بگو ببینم جنگ به نفع کیست؟ خدا و رسولش و مسلمین. پای بر جایگاه بلندی گذاشته ای ای بزچران. غنیمت جمع کنید، اسیر بگیرید، غنیمت جمع کنید. عامل گمراهی امیت به خلف، اسیر و فدیه برا به درش میفرستم. چینی کنید، برگردید. از من فدیه نمیگیرید؟ من ولید ابن ولید ابن مغیره هستم. هیچ کس در مکه مانند ما ثروت ندارد. رسول الله گفته که رفتارتان با اسیران خوب باشد.